دونالد ترامپ کوتاه نمی آید. در 60 دقیقه امشب می پرسیم اگر رئیس جمهوری آمریکا قدرت را ترک نکند چه خواهد شد؟ جو بایدن رئیس جمهور منتخب اینجا در ویلمینگتون دفترش را راه انداخته. با یک استراتژیست پیشین دونالد ترامپ صحبت می‌کنیم و از او می‌پرسیم چرا ترامپ می‌گوید پیروز انتخابات است. همچنین در برنامه امشب افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران به بالای 450 نفر در 3 روز پیاپی. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خواهان تعطیلی کامل تهران و کلان شهرها به مدت 15 تا 30 روز شد. میگه آقا ما نمیدم تا شهید دادیم برای امنیتمون. بله دادیم، بازم میدیم. اما تو چه میکنی؟ شکمت گنده‌تر، گردنت کلفت‌تر. ما هم میذاری تو گردن کارگر. رد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره اعتراضات کارگری. منابعی در هفت تپه به بی بی سی فارسی گفتند نه حقوق‌های معوقه پرداخت شده و نه کارگران اخراجی سر کار برگشتند. و از تل آویو تا تهران، بازخوانی ترانه‌های قدیمی توسط خواننده و بازیگر ایرانی اسرائیلی لیراس. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. اگر فکر میکنید که کار انتخابات آمریکا یکسره شده، سخت در اشتباهید. این حرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری است که هنوز سپر را بر زمین نگذاشته و شکست را نپذیرفته. ویلیام بار، دادستان کل، هم به تعبیر منتقدان دونالد ترامپ به کمک او آمده، کسی که خود البته گماشته رئیس جمهوری فعلی آمریکاست. او مجوز داده که ادعاها در زمینه تقلب در انتخابات را دادستان‌های فدرال بررسی کنند. رهبر اکثریت در سنای آمریکا که جمهوری خواهی شناخته شده است هم از حق دونالد ترامپ برای تقاضای بررسی تخلف‌های احتمالی گفته. ولی در همین گیرودار دولت آمریکا گریبان ایران را رها نکرده. واشنگتن 4 فرد و 6 شرکت مرتبط با ایران را وارد فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک کرده. ادامه سیاست فشار حداکثری حتی در میانه جنجال انتخاباتی و در هفته‌های پایانی دولت. اگر دونالد ترامپ قدرت را رها نکند چه خواهد شد؟ دلیل این وسواس برای ادامه فشار بر ایران چیست؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از سام فرزانه. تحریم‌های جدید وزارت دارایی آمریکا علیه ایران. وزیر دارایی آمریکا میگوید که ایران رشته‌ای از شرکت‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته است. 4 فرد و 6 شرکت متهم به کمک کردن به شرکت صنایع مخابرات ایران شدند. رویترز خبر داده که دولت دونالد ترامپ در ماه‌های پایانی قصد دارد تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. آقای ترامپ اما فارغ از اینکه باید به زودی کاخ سفید را ترک کند، روز گذشته وزیر دفاع را اخراج کرد. او در نبردی توییتری پیش بینی کرد که در نهایت پیروز انتخابات خواهد شد. دونالد ترامپ مجموعی از توییت‌ها درباره تخلف در انتخابات نوشته است. رئیس کمیته ملی جمهوری خواهان و سخنگوی کاخ سفید هم در تکرار ادعاهای آقای ترامپ روز دوشنبه یک جلسه مطبوعاتی برگزار کردند. هزاران گزارش آمده که ناظران انتخاباتی تحت فشار قرار گرفته بودند و نمی توانستند کارشان را انجام دهند. از ساعت 4 بعد از ظهر ما فقط 131 شهادت محضری در میشیگان را کامل کردیم. فقط در میشیگان 2800 مورد تخلف به ما گزارش شده. 2 شکایت جدید در دیترویت ثبت شده و 1 نفر هم از درون سیستم تخلف گزارش کرده. ما اطلاعات این فرد را به شعبه دادستانی شرق میشیگان دادیم. اما وقتی آنها شروع به زیر سوال بردن سلامت انتخابات کرده و هیچ شاهدی بر مدعای خود ارائه نکردند، حتی شبکه راستگرای فاکس هم سخنانشان را قطع کرد.
وزیر دادگستری آمریکا هم حالا به کمک رئیس جمهوری آمده و به دادستانهای فدرال اجازه داده تا پیش از تایید رسمی نتیجه انتخابات در هر ایالت به ادعاهای شکایت رسیدگی کنند. از آنجا که مجری انتخابات ایالت‌ها هستند، رسیدگی به شکایت هم در سیستم خود ایالت‌ها انجام می‌شد. اما بیل بار چراغ سبز داده که دولت فدرال هم به شکایت‌ها رسیدگی کند. یک مقام دیگر در دولت فدرال هم با نپذیرفتن پیروزی آقای بایدن، امکانات لازم برای انتقال قدرت را در اختیار تیم او قرار نداده. بیشتر جمهوری‌خواهانی که در قدرت هستند، از تبریک به آقای بایدن خودداری کردند. رئیس جمهوری قانوناً حق دارد که به همه اتهام‌ها توجه کرده و تقاضای بازشماری بدهد. اما رئیس جمهوری منتخب فعلاً می‌خواهد توجه خود را معطوف به مسئله اصلی آمریکا، یعنی شیوع ویروس کرونا کند. گروهی جمع شدند که درباره این موضوع برنامه‌های علمی ارائه کنند که برای همه آمریکایی‌ها دلسوزانه و همدلانه است. آقای بایدن که بیش از هر چیز منتقد شیوه مدیریت شیوع ویروس کرونا در کشور است، برخلاف آقای ترامپ بر لزوم استفاده از ماسک تأکید کرد. ماسک یک بیانیه سیاسی نیست، راهی برای جمع کردن اوضاع در کشور است. سریع بگویم، هدف از استفاده ماسک این نیست که شما راحتیتان را از دست بدهید یا چیزی را از شما بگیریم. هدف این است که یک چیزی به همه ما برگردد، آن هم زندگی معمولی است. آقای بایدن قصد دارد دومین سخنرانی خود بعد از اعلام پیروزی را به مسئله بیمه درمانی اختصاص دهد. هنوز به نظر نمی رسد که آقای بایدن به این زودی ها به عنوان پیروز رقابت شناخته شود و به کاخ سفید دعوت شود. رسمی دیرینه در سیاست آمریکا که آقای ترامپ هم 4 سال پیش از آن بهره برد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. خبرنگار ما هادی نیلی از شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور با ماست. هادی، آقای بایدن دفتر کار خودش رو تشکیل داده ولی مشخصه که دولت همکاری نمی‌کنه برای انتقال قدرت. چه خواهد شد؟ چه اتفاقی میفته داره؟ همینطوره، رئیس جمهور منتخب جو بایدن اینجا در شهر ویلمینگتون دفتر کارش رو راه انداخته، معاونش کامالا هریس در کنارش هست، جلسات مختلف برگزار می‌کنن. از دیروز که اولین روز کاری بعد از روشن شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، کارو شروع کرده. امروز تا ساعتی دیگه، شاید تا کمتر از نیم ساعتی دیگه، قرار بوده که یک سخنرانی داشته باشه آقای بایدن در مورد طرح بیمه معروف به اوباما کر که در دوره باراک اوباما تصویب شد. اسم رسمیش بیمه قابل استطاعت بود، چیزی که دونالد ترامپ علیهش اقدام کرد و حالا عملاً روی تخت احتضاره و جو بایدن وعده داده که زندهش میکنه. همزمان از واشنگتن این خبر میاد که دولت در هیچ بخشیش حاضر نشده تایید بکنه نتیجه رو و حاضر نشده به رسمیت بشناسه پیروزی جو بایدن رو، و به این ترتیب هنوز منابع دولتی که معمولاً وقتی که یک رئیس جمهور جاشو به رئیس جمهور بعدی میده باید در اختیار تیم بعدی قرار بگیره، از اهم از میلیون ها دلار بودجه تا فضاهای اداری هنوز در اختیار تیم آقای بایدن قرار نگرفته و حتی حدود 60 ساله که رسم بوده در آمریکا که وقتی رئیس جمهور بعدی معلوم میشه، رئیس جمهور کنونی، رئیس جمهوری که در کاخ سفید مستقر هست، اون اطلاعات، اون در واقع گزارش های اطلاعاتی که هر روز در جریانش قرار میدن، بعضی وقتا بیشتر از یک بار در روز، اونها رو در اختیار رئیس جمهور منتخب هم بگذاره، ولی اون هم در اختیار جو بایدن قرار نگرفته. معمولا رئیس جمهور منتخب از امکانات وزارت خارجه برای تماس های خارجی استفاده میکنه، ولی الان میبینیم که جو بایدن از طرف صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، از طرف نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون و از طرف رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون تماس داشته، با او تماس گرفتن، تبریک گفتن، ولی همه اینها در ظرفیت های شخصی و ستاد انتخاباتی جو بایدن داره انجام میشه، یعنی به طور مستقل از دولت دارن انجام میدن. و با وجودی که این رؤسای دولت ها دیروزم نخست وزیر کانادا همین تماس رو گرفته بود، با وجودی که اینها تماس گرفتن با جو بایدن، ولی هنوز از طرف دولت مستقر در کاخ سفید، دولت دونالد ترامپ، تماسی در این مورد با جو بایدن گرفته نشده. خیلی ها دارن یادآوری میکنن که 4 سال پیش همین روز، دقیقاً همین روز بود که باراک اوباما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب رو به کاخ سفید دعوت کرده بود. خب
آقای ترامپ به نظر میاد جدی است. تصمیم ویلیام بار دادستان چقدر به موقعیت آقای ترامپ کمک میکنه؟ خب خود این تصمیم دادستان کل باعث شد که یک مقام ارشد در دادستانی کل استعفا بده، گفت این خلاف سیاست 40 و چند ساله دولته که دخالت نکنه در مناقشه‌های انتخاباتی ایالتی. ولی خیلی ها وقتی بیانیه دادستان کل رو میخونن میگن حتی همین بیانیه هم داره روشن میکنه که نمیخواد بگه که لزوما از دادستانی کل آمریکا تخلفی شده. دارن میگن که بله، تخلف ها در واقع بی‌نظمی ها یا نابسامانی ها اگه بوده باید بررسی بشه، باید دادستانی کل هم کمک بکنه. ولی اساسا زمان این بررسی ها در اغلب ایالت ها، اگر نگیم همشون، زمانی سر میرسه که این ایالت ها نتیجه نهایی ایالت خودشون رو گواهی بدن، که این هنوز مونده تا اون زمان. هنوز داره آرا در حتی ایالتهایی که نتیجه معلوم هست شمرده میشه، با وجودی که فاصله داره بیشتر میشه، ولی نتایج رسما نهایی نشده. اما روشنه که دیگه دونالد ترامپ شانسی برای پیشی گرفتن از جو بایدن در اون ایالتهایی که جو بایدن پیروز شده نداره. اگه آقای ترامپ کوتاه نیاد، احتمال بروز یک بحران سیاسی هست؟ خب خیلی ناظران میتونن بگن که از روز اولی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد بحران‌هایی در آمریکا شکل گرفت که سابقه نداشته، چون اساسا دونالد ترامپ رئیس جمهور نامتعارفی بوده. و این نه به عنوان نکته منفی یا مثبت، خود آقای ترامپ میگه نامتعارف بوده و افتخار میکنه به اینکه نامتعارف بوده و اساسا خیلی رای دهندگان بهش رای داده بودند و دادند این دوره، چون همین شخصیت رو داشت. به این ترتیب بعید نیست که دونالد ترامپ همچنان رفتارهایی بکنه یا واکنشی که نشون میده کم بی سابقه باشه در تاریخ معاصر آمریکا، حداقل در دهه های اخیر. ولی این روشنه، حداقل قانون روشن کرده که از روز 20 ژانویه و روزی که جو بایدن تحلیف ریاست جمهوری خواهد داشت، کار او شروع میشه با ما رئیس جمهور آمریکا. از 21 ژانویه دیگه کامل او باید در کاخ سفید باشه و دولت رو شروع بکنه. همه این تلاش های آقای ترامپ و ستاد او و اطرافیان او معطوف به این چند هفته آینده هست که شاید همچنان به هوادارانشون بگن ما پای رئیس شما ایستادیم. و این هم جالبه که الان داره پول جمع میکنه ستاد آقای ترامپ، بیش از 10 میلیون دلار تا الان جمع کرده به اسم کمک های مالی برای دعواهای حقوقی و دادگاهی. ولی خب وقتی که جزئیات رو نگاه میکنیم در اون نوشته های ریزی که پای این متون حقوقی هست توضیح داده شده که این پول ها میتونه اول خرج بدهی های ستاد انتخاباتی آقای ترامپ بشه، که به این ترتیب خیلی ها دارن میگن بخش بزرگی از همین پول ها که طرفداران آقای ترامپ دارن بهش میدن برای ادامه نبرد دادگاهی، احتمالا خرج تسویه بدهی های ستاد انتخاباتی او ظرف ماه های گذشته خواهد شد. ممنونم از هادی نیلی، خبرنگار ما در شهر ویلمینگتون، ایالت دلاور، مقر جو بایدن. سباستیان گورکا، استراتژیست پیشین دونالد ترامپ و مجری برنامه رادیویی اول آمریکا، از شهر واشنگتن دی سی با ما. آقای گورکا، شما در توییتر نوشتید که جو بایدن رئیس جمهور منتخب نیست. چرا اینطور فکر میکنید؟ مسئله نیست که من چی میگم، مسئله اینه که قانون چی میگه. سیستم سیاسی آمریکا به صورت خیلی مشخص توضیح میده و قانون اساسی میگه که الکترال کالج، رای های الکترال کالج در ماه دسامبر رای خودشون رو خواهند داد. مردم آمریکا به صورت مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنند. کاری که هفته پیش کردن این بود که رای بدن به اعضای اون به اصطلاح مجمع انتخاباتی یا اعضای یا الکتورهای الکترال کالج، که بعد اونها در هر مجلس نمایندگان اون ایالت از ایالت‌های آمریکا این وظیفه را انجام خواهند داد. این یک دموکراسی مستقیم نیست که ما در آمریکا داریم، بلکه یک جمهوری است که به این ترتیب تعریف شده. بنابراین رئیس جمهور منتخب در میانه ماه دسامبر، ماه میلادی آینده، انتخاب خواهد شد و این قانون آمریکاست، قانون اساسی ماست. ولی آقای گورکا، حتی فاکس نیوز هم پذیرفته که آرای الکترال یا کالج‌های انتخاباتی آقای بایدن بیشتر از 270 تا است. الان اونها هم 290 رو عنوان میکنن. 4 سال پیش در چنین روزی آقای ترامپ در چنین موقعیتی بود و باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین او رو به کاخ سفید دعوت کرد. مهم این نیست که فاکس نیوز چی میگه. فاکس نیوز یک رسانه است. فاکس نیوز قانون اساسی آمریکا نیست.
در آمریکا قانون اساسی که تصمیم میگیره رئیس جمهور کی باید باشه بر اساس سیستم الکترال کالج. و البته فاکس الان دچار مشکلات زیادی است، برای اینکه آریزونا رو خیلی زود به اصطلاح کال کرد، اعلام کرد که برندش بایدن بوده زودتر از دیگران. حتی سی ان ان هم بعدش عقب نشینی کرد و اومد از ستون آرای کسب شده توسط بایدن آریزونا رو خارج کرد. من برای مهم نیست که فاکس نیوز چی میگه، مهم اینه که قانون چی میگه. در مقایسه با 4 سال پیش، باز این مقایسه هم مقایسه درستی نیست. ما موارد متعددی داریم، هزاران گزارش داریم که آقای رودی جولیانی وکیل رئیس جمهور جمع‌آوری کرده از تقلب در انتخابات. تنها در نوادا 9000 رای ریخته شدن از جانب افرادی که در نوادا زندگی نمی کنن. بنابراین ما شواهدی داریم که افراد متوفا به عنوان رای ثبت شدن و رای دادن. بنابراین تک تک این شکایت ها باید بهش رسیدگی بشه و به همین دلیل که دیروز اترنی جنرال دادستان کل آمریکا آقای ویلیام بار گفت که وزارت دادگستری این موارد رو بررسی خواهد کرد. بنابراین تا زمانی که انتخابات به اصطلاح سرتیفاید نشده، تایید نشده رسما، تا زمانی که تک تک این ایالت ها به اصطلاح سرتیفاید نشدن و محضری نشدن، رسما تایید نشدن، نمیتونیم در این باره صحبت کنیم. و اون وقت در ماه دسامبر الکترال کالج تصمیم خواهد گرفت که رئیس جمهور کیه. این خیلی ساده است. این چه شواهدیه که به رسانه ها ارائه نشده؟ این چه شواهدیه که گفته میشه هست ولی کسی چندان اون رو ندیده؟ این اشتباهه، این یک دروغه. شما میتونید برید به اکانت توییتر من نگاه کنید و میبینید که من این شواهد رو اونجا ذکر کردم خودم. دست کم 3 ویدیو گذاشتم که به من فرستاده شده که نشون میده افرادی در داخل حوزه های رای گیری رسما، مقام های رسمی، مسئولان رسمی این حوزه ها دارن برگه های رای رو پر میکنن. نمیگم که دارن کمک میکنن به رای دهنده ها، رای دهنده شما نمیبینید، اینها دارن چندین رای رو مکرر برگه رای رو پر میکنن، تو این فیلم ها دیده میشه. و باز مهم نیست که، دوباره بگم، مهم نیست که رسانه ها چی میگن. چیزی که رسانه ها میگن اهمیت نداره. رسانه ها در آمریکا رئیس جمهور رو انتخاب نمیکنن، دادگاه هستن که باید تصمیم بگیرن که این شواهد آیا واقعیت داره و درست هست یا خیر. و اون وقت دادگاه هستن که سلامت و صحت انتخابات رو تایید خواهند کرد و باید تشخیص بدن که رأی های اشتباه، رأی های غیر قانونی، رأی های تقلبی کدوم ها هستن، اینها رو معدوم کنن، نابود کنن. رسانه ها انتخاب نمی کنن رئیس جمهور ایالات متحده کیست. آقای گورکا، همه رسانه های معتبر وقتی ویدیویی در اختیارشون قرار میگیره اون رو راستی آزمایی میکنند. تعدادی از این ویدیوها در رسانه ها راستی آزمایی شد، مشخص شد که اینها ویدیوهای درستی نیستن، این ویدیوها جعلی هستن یا اطلاعاتی که در اونجا هست اطلاعات درستی نیست. چه راستی آزمایی صورت گرفته؟ الان حتی دادستان کل هم به صورت قطعی نمیتونه بگه که تخلفی بوده. گفته که اگر تخلفی ممکن هست باشه باید بررسی بشه. من باز متوجه نمیشم شما چرا از من درباره رسانه‌ها میپرسید. من باز یک بار دیگه خیلی روشن و به آهستگی بگم برای ترجمه. رسانه ها انتخاب نمی کنند که رئیس جمهور ایالات متحده کی باید باشه. نقطه. ما هزاران، و تکرار می کنم، هزاران نمونه دریافت کردیم از تقلب انتخاباتی. تک تک اینها باید بهش رسیدگی بشه، بررسی بشه. نه از جانب رسانه ها، نه از جانب شما، بلکه از جانب دادگاه ها. ما تنها 7 روز از انتخابات فاصله داریم و همچنان داریم شواهد رو جمع میکنیم، گردآوری میکنیم. طبیعیه که دادستان کل نمیتونه که به تصمیمی خاصی رسیده باشه. چطور میتونه؟ برای اینکه هزاران مورد باید بررسی بشه، راستی آزمایی بشه. بله. توسط دادگاه. بنابراین اجازه بدید که
سیستم قضایی ما کارش رو انجام بده و رئیس جمهور به روشنی گفته تنها چیزی که ما میخوایم اینه که اطمینان حاصل کنیم که تنها آراء قانونی و مشروع شمرده میشوند. چرا؟ هیچ کسی باید چیز دیگری بخواد و باید بخواد که مانع از این بشه. کسی که میخواد مانع از این بشه احتمالاً یک چیزی داره که میخواد پنهان کنه. اگر طرفداران آقای ترامپ و همینطور آقای ترامپ متقاعد نشند که برنده این انتخابات جو بایدن هست، تا کجا ممکنه پیش برن؟ از نظر شما ممکنه که اصلا کار به برخورد فیزیکی بکشه یا اعتراض‌های خیابانی؟ هیلاری کلینتون و حزب دموکرات برای چه مدت سرپیچی کردن و خودداری کردن از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات 2016؟ چهار سال گفتن که دونالد ترامپ رئیس جمهور غیر مشروعه. سه هفته پیش هیلاری کلینتون به جو بایدن گفت در انظار عمومی، گفتش که به هیچ وجه شکست رو نپذیر، حتی اگر انتخابات رو ببازی شکست رو نپذیر. بنابراین مسئله به رسمیت شناختن آراء مردم و نتیجه آراء مردم مشکل چپ هاست. در واقع چیزی که ما در 11 ماه اخیر در آمریکا دیدیم که دموکرات ها، سناتورهای دموکرات، طرفداران دموکرات ها در شهرهایی که دموکرات ها اداره می کردن شاهد غارت بودیم، شاهد شورش بودیم، در پورتلند، در سیاتل، در واشنگتن دی سی. کی بودن اینهایی که غارت می کردن؟ کسایی نبودن که کلاه کپ های قرمز دونالد ترامپ رو پوشیده بودن. نمیخوایم از بحث منحرف بشیم، ولی شما گفتید که خانم کلینتون نتیجه انتخابات رو قبول نکرده، در حالی که خانم کلینتون در مراسم تحلیف حضور داشت، در مراسمی که آقای ترامپ در اونجا ادای سوگند ریاست جمهوری رو به جا آورد. چطور چنین ادعایی میکنید؟ نه، هیلاری کلینتون در روز انتخابات نپذیرفت که انتخابات رو باخته. شما این رو میدونید. شب انتخابات جان پودستا رو به جای خودش فرستاد. حاضر نشد که بیاد روی سن و از آن کنید که انتخابات رو باخته. شما باید به این قضیه تاریخی دقت کنید اگر که میخواید همچین سوالی رو بپرسید. بسیار ممنونم از سباستیان گورکا. من خودم در آمریکا بودم، سخنرانی شکست خانم کلینتون رو هم شنیدم، در مراسم تحریف هم خانم کلینتون بودن. به هر حال سپاسگزارم از استراتژیست پیشین دونالد ترامپ و مجری برنامه اول آمریکا. اما آرتا معینی، مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای معینی، آقای ترامپ اگر چند روز پیش تنها بود یا کمتر کسی با او ابراز همراهی میکرد، الان به نظر میاد که افراد بیشتری با او همدلی میکنند. میچ مکانل وارد شده، پا پیش گذاشته و همینطور بسیاری عمل کرده ویلیام بار رو هم به نوعی به نفع آقای ترامپ تلقی میکنند. بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، دو مسئله رو باید از هم جدا کرد. پیش افکنی ها، پروجکشن ها، پیش بینی هایی که در رسانه ها انجام میشه، این مسئله درست است که اینها رسمیتی نداره، تصدیق نشده، چون بر اساس رأی هایی انجام میشه که الان وجود داره و الان در این لحظه مشروع هست و بر اساس اون رأی ها خب آقای بایدن پیروز هستند. اما خب صحبت قانونی این قضیه، روال قانونی این قضیه این هستش که خب این خیلی فرایند دراز مدتی خواهد داشت تا همه اینها تصدیق بشه و بعد که تصدیق شد میتوانند تقاضای بازبررسی و بازشماری بدهند و بعدش هم بعد نگاه بکنن ببینن که حالا اگر شکایاتی دارن اون شکایات رو انجام بدن. به خاطر همین هستش که مثلا خیلی از رأی‌ها یا قسمتی از رأی‌ها به دلایل مختلف، به دلایلی که حالا میشه دربارش صحبت بکنیم، اگر از اون بسته رأی مشروع کنار گذاشته بشه، خب ما نمیدونیم چه پیامدهایی برای اون انتخابات خواهد داشت. مثلا آیا اون انتخابات رو شاید بعضی دادگاه‌ها به رسمیت بشناسن یا نشناسن. به این دلیل هست که به روی روال قانونی جمهوری خواها پافشاری میکنن و آقای میچ مکانل و بقیه.
این قضیه متفاوت هست با اینکه آیا شواهدی از تقلب وجود داره یا خیر. من فکر کنم این دو قضیه رو بعد از هم جدا بکنیم. خب الان در خیلی از ایالت‌ها واقعاً رأی آقای بایدن لب مرزیه، یعنی در جورجیا فقط 12,000 تا رأی جلوه، در آریزونا 14,000 تا، در حالا پنسیلوانیا که وضعش بهتره 40,000+ تا. درست. ممکنه که باز شماری آرا، مثلا باطل کردن شماری از آرا یا ادعاهایی که طرفدارای آقای ترامپ مطرح میکنند در نتیجه انتخابات اثر بگذاره؟ ببینید باز شماری آرا در مسابقه باز شماری رو داریم در سال 2016 هم شاید همونجوری در جریان هستین خود شما هم آمریکا بودید، جیل استاین تقاضایی داد که خب از پول خانم هیلری کلینتون هم استفاده کرد، تقاضا داد، باز شماری انجام شد، هیچ تغییر زیادی انجام نشد، 100 یا 200 رأی آقای ترامپ بیشتر گرفت. منظور این هستش که در باز شماری زیاد تغییری به وجود نخواهد اومد. منم فکر نمی‌کنم که از باز شماری چیز زیادی گیر آقای ترامپ بیاد. اما مسئله حقوقی اینکه چه آرایی مشروع خواهد بود، چه گروهی از چه دستبندی از آرا و قانونی محسوب خواهند شد و چرا نخواهند شد و چه اتفاقاتی در اون در این زمینه خواهد افتاد که میتواند مثلا صدها هزار رأی رو شامل بشه، خب این 100% میتونه روی نتیجه انتخابات اثر بگذاره. و بعدش هم یه مسئله دیگه است، من اینو از ماده دوم قانون اساسی اگه برای شما بخونم ببینید که هر ایالتی به روشی که قوه مقننه آن ایالت تعیین میکند میتوانند تعدادی از منتخبین رو تعیین بکنند، منصوب بکنند برابر با کل سناتورها و نمایندگانی که ایالت در کنگره در اختیار دارد. این یعنی چی؟ یعنی این که میگم من چندین بار قبل از انتخابات هم عرض کردم خدمت شما هم گفتم دلیل اساسی که من میگفتم آمریکا دموکراسی نیست جمهوری فدراله همین بود، برای اینکه ایالات هستن که بر اساس متن قانون اساسی آمریکا انتخاب میکنن رئیس جمهور رو و این اتفاق در ماه دسامبر میفته، امسال فکر میکنم دسامبر 14 باشه، وقتی که تا زمانی که این منتخبین یا گزینندگان مجمع کالج الکترال تعیین نشدن، منصوب نشدن، نشستن و بعد تصدیق نشدن و بعد رأی ندادن، هیچ چیزی جنبه قانونی پیدا نمی‌کنه. و اینجاست که خب احساسات در آمریکا بسیار باراست، جو بسیار متشنجه و میدونید رسانه‌های آمریکا میتوانستن که برای اتحاد و همبستگی این قضیه رو نگه دارن تا همه چی از لحاظ قانونی قطعی بشه و بعد اعلام بکنن. نه. چون که الان مثلا شما به نظر من فرقی نمی‌کنه که در نهایت آقای ترامپ برنده بشه یا آقای بایدن، به این دلیل که 49% آمریکا یا 50% آمریکا فکر خواهند کرد که این انتخابات غیر قانونی است یا مشکلاتی درش وجود داره به دلیل اینکه مسیرش نشه. الان اگر آقای بایدن هم در انتخابات بمونه که مشخص است که جمهوری خواهان شمار بسیاریشون انتخابات رو قبول ندارن، از اون طرف هم اگر که آقای ترامپ حالا نتیجه دادگاهی بشه و برگرده به دلیل اینکه این جو فکری ایجاد شده که انتخابات قطعی است، خب خیلی از دموکرات‌ها نتیجه رو نخواهند پذیرفت. به نظر من بسیار بسیار بازی خطرناکیه. بسیار ممنونم از آرتا موینی، مدیر پژوهش مؤسسه صلح و دیپلماسی در واشنگتن دی سی با ما. اما هنری رام، تحلیلگر ارشد ایران در گروه اوراسیا از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای رام خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. دولت آقای ترامپ در میانه یک درگیری داخلی از ایران غافل نشده، تحریم‌های جدید رو وضع کرده، حرف از سیلی از تحریم‌ها رو زدن. دلیل این وسواس برای فشار آوردن بر ایران چیه؟ خب فکر میکنم در این مقطع دولت ترامپ و البته چند ماه قبل از خود انتخابات هم اینطور بود. خب این اونهایی که مسئول از تحریم ها علیه ایران هستند به این نتیجه رسیدن که پرزیدنت ترامپ در روز 20 ژانویه دیگه رئیس جمهور نخواهد بود و بنابراین میخوان تمام قدم های لازم رو از حالا تا روز تحلیف بردارن تا اینکه این کمپین فشار حداکثری رو بیشتر و بیشتر کنن و به نهایت خودش برسونن. بنابراین کاری که به این ترتیب میخوان که تأثیر بذارن روی کاری که رئیس جمهور بعدی که مثلا بایدن باشه بتونه با ایران بکنه احیانا. خب چه نفعی میبرن از این کار؟ فکر میکنم تصور اونها، باور اونها
در بین تیم ترامپ و جمهوری‌خواهان ارشد در واشنگتن اینه که استراتژی فشار حداکثری شکست نخورده، ممکنه که کاملا موفق، ممکنه کاملا موفق نبوده باشه، اما به هر حال از جایگزین خودش بهتره و اونها میخوان این اطمینان رو حاصل کنن که وقتی که دموکرات‌ها میخوان اگر بخوان به اصطلاح دوباره وارد توافق هسته‌ای بشن، این در واقع مانعی بر سر راه اونا باشه. اونا میخوان که این در واقع دیدگاه رو الغا کنن که احیانا سازش آینده با ایران به نفع امنیت ملی آمریکا نیست و میخوان یک سری مانعهایی بر سر راه دولت آینده بگذارن اگر بخواد به ایران نزدیک شه. اگر اینطور باشه که دولت آقای ترامپ بر اساس نوعی لجبازی و به خاطر اینکه کار دولت آینده رو سخت‌تر بکنه به سمت این تحریم‌ها حرکت بکنه و این تحریم‌ها رو هر هفته وضع بکنه، آیا همین کار دولت بعدی رو آسان‌تر نخواهد کرد؟ مبنی بر این که بگن که توجیه کافی برای وضع این تحریم‌ها وجود نداشته و فقط دلایل سیاسی داشته؟ خب من فکر میکنم در بسیاری از این موارد در مورد این تحریم ها خب یک استدلالی فلسفه وجودی هم برای وضعشون بوده، اما خب از نظر زمانبندی اونها خب اون یک بحث دیگه است. من فکر میکنم این که خیلی شفافانه نشون میدن که هدفشون واقعا سیاسی هست و این که در واقع پنهانکاری هم نمی کنن کسانی که دارن این تحریم ها رو دوباره وضع می کنن، این کمک می کنه به تیم بایدن که بیاد اینها رو سریع تر از میان برداره، برای اینکه خب در افکار عمومی دیده میشه و دانسته میشه که آره این یک استراتژی بوده که در واقع دستان بایدن رو ببندن و بنابراین روی کرد اونها به سمت دیپلماسی توجیه‌آمیز خواهد بود، توجیهش آسان‌تر خواهد بود. بنابراین من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از این تحریم‌های جدید دائمی باشن یا بتونن به صورت دائمی از دیپلماسی جلوگیری کنن. گذشته از اینها اصلا چقدر آقای بایدن تمایل داره که در برابر حکومت ایران نرمش نشون بده؟ من فکر میکنم رئیس جمهور جدید و تیم او یک رویکرد اساسا متفاوت در قبال ایران اتخاذ خواهند کرد. اونها به سمت کمپین فشار حداکثری نخواهند رفت، سعی خواهند کرد راههایی برای دیپلماسی پیدا کنند و فکر میکنم که این رویکرد اساسی اونها باشه. اما آیا اینکه دقیقاً بخوام برگردم به برجام در از همون روز اول، نه فکر نمی کنم. فکر می‌کنم که به هر حال فاکتورهای زیادی، موانع زیادی بین دو طرف الان وجود داره که مانع از ورود بلافاصله آمریکا، ورود مجدد بلافاصله آمریکا به برجام بشه. شاید بیان در مثلا سال 2021 بیان مرحله به مرحله به هم دیگه امتیازهایی بدن تا به اون سمت حرکت کنن، اما در کل رویکرد دولت بایدن به صورت اصولی متفاوت خواهد بود و تیم بایدن خواهد رفت به سمت راه‌های مختلفی و اولویت‌های دیگری هم خواهد داشت برای اینکه چه قدم‌هایی بخواد برداره. ممنونم از هنری رام، تحلیلگر ارشد ایران در گروه اوراسیو در واشنگتن دی سی با ما. از امروز در مرکز تمام استان‌های ایران اصناف و کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد تعطیل می‌شوند. این تعطیلی شامل بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نمی‌شود. این تازه‌ترین تلاش مقام‌های ایران برای مهار ویروس کرونا است که حالا شمار روزانه قربانیانش بر اساس منابع رسمی به بیش از 450 نفر رسیده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هم تصویرها هم هشدارها هر روز ترسناک‌تر می‌شوند. بعضی از کارشناسان ایران می‌گویند تنها راه مهار کرونا حکومت نظامی است. اما اینجا از حکومت نظامی خبری نیست. اما قرار شده از امروز اصناف و کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد تعطیل کنند. فقط مشاغل ضروری مثل مراکز درمانی و فروشگاه‌های مواد غذایی می‌توانند بعد از 6 بعد از ظهر باز بمانند. آیا اینها برای مهار کرونا کافی است یا صرفاً به مسابه خریدن وقت بیشتر است؟
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 453 عزیز هموطنمون رو در اثر ابتلا به بیماری قطعی کووید 19 از دست دادیم که برای تا قبل از کرونا اولین عامل مرگ و میر ایرانیان بیماری‌های قلبی بود، با روزی نزدیک به 400 قربانی. حالا کرونا از این آمار هم جلو زده. اگر حرف مسئولان درست باشد که تعداد واقعی کشته‌ها 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار رسمی است، معنی آن این است کرونا حالا به اندازه تمام عوامل مرگ و میر در ایران هر روز قربانی می‌گیرد. مثل خیلی از نقاط جهان، هم مردم هم دولت در این شرایط مقصرند. چند نکته هم حائز اهمیت. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت گفت مسبب نیمی از موارد ابتلا دورهمی‌های خانوادگی است. دورهمی‌های خانوادگی بیشترین علت بوده. گزارشی بود که در اسپانیا 31%، ولی در ایران این امر مطالعه نشده. پیش بینی میشه بالای 50% از گرفتاری‌ها ناشی از دورهمی‌های خانوادگی باشه. اما تا آنجا که به نقش دولت مربوط می شود، این صحبت‌های علی ربیعی در فروردین ماه امسال بود، زمانی که حرف از رساندن موارد مرگ و میر به صفر صحبت می کرد. این چیزیه که ما می تونیم در آینده حداقل به طور قطع خوش بگیم که کرونای با مرگ کمتر یا با امید خدا بدون مرگ یا با مرگ کمتر و بدون مرگ نمی تونیم مثل صفر ریاضی پیرامونش صحبت کنیم. ولی خب از آن زمان همه چیز عوض شده، بدتر شده. و آن گونه که بعضی از کارشناسان ایران هشدار دادند، اگر کرونا مهار نشود، یک قتل عام بزرگ در راه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان از ساعت 1 بامداد امروز در قره‌باغ ترک مخاصمه کردند. اوضاع مناطق جنگی تاکنون آرام گزارش شده و ارتش روسیه برای پاسداری از صلح به این منطقه نیرو فرستاده. پیش از این نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان اعلام کرده بود که تصمیمی دردناک گرفته و به جنگ پایان می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد فرهمند. روس‌ها بالاخره آمدند، اما چه بسا برای ارمنی‌ها نوشداروی پس از مرگ سهرابند. نیروی 2000 نفره ارتش روسیه سحرگاه امروز از زمین و هوا راهی قره‌باغ شد تا پاسدار صلح شود. در واقع جلوی پیشروی بیشتر آذری‌ها را بگیرد. کاری که ارمنی‌ها انتظار داشتند روسیه همان 1 ماه پیش می‌کرد، نه پس از آنکه نیکول پاشینیان نصف شبی در فیسبوک بنویسد که جام زهر را نوشیده. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Перейдём к подписанию. پاشینیان همچون اعلامیه تسلیم که در فضای مجازی صادر کرد، اعلامیه صلح را هم به صورت مجازی با ولادیمیر پوتین و الهام علیف امضا کرد. بلگداری وز، الهام گیدارش. بسیو بلشوی، ولادیمیر ولادیمیر. خشم نخستین واکنش در ارمنستان به تصمیم آقای پاشینیان بود. معترضان نیمه شبان به کاخ نخست وزیری و مجلس ریختند. آرارات میرزایان رئیس مجلس را کتک زدند و به این روز انداختند. نیکول پاشینیان بار دیگر به فضای مجازی آمد و گفت چاره‌ای جز تسلیم نداشته و پشت پرده تصمیم او خبرهایی است که اگر بگوید کشور به خطر می افتد. بسیار از ارمنی‌ها گناه جنگ و شکست را به گردن نیکول پاشینیان می‌اندازند. می‌گویند اگر او با سیاست‌هایش روسیه را نرنجانده، پوتین را نیازرده بود، روسیه همون اول به کمکشان می‌آمد. نمی‌گذاشت قره‌باغ از دست برود. اکنون نیکول پاشینیان تعهد داده آنچه از سرزمین‌های اشغالی مانده به جمهوری آذربایجان برگرداند. بخشی از قره‌باغ از جمله شهر مهم شوشی را هم ارمنی‌ها از دست دادند. قرار است آذری‌های قره‌باغ پس از 30 سال به خانه‌هایشان بازگردند. هرچند ولادیمیر پوتین گفته ارتش روسیه در قره‌باغ می‌ماند تا تکلیف این سرزمین به گونه‌ای تعیین شود که هم برای آذری‌ها و هم ارمنی‌ها منصفانه باشد. مرتضی فرهمند، بی بی سی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته کارگران اخراجی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان سر کار برگشتند و حقوق‌های معوقه همه کارگران هم پرداخت شده. او همچنین گفته این کارخانه بازسازی شده، ولی منبعی نزدیک به کارگران هفت‌تپه به بی بی سی فارسی گفته هر سه ادعای سخنگوی قوه قضاییه دروغ است. همچنین گفته شده که عواملی در دادگاه با دستکاری در پرونده کارگران بازداشتی هفت‌تپه باعث طولانی شدن مدت بازداشت آنها شده بودند. پرهام قبادی گزارش میدهد. آقا منم یوسف و امثال یوسف افتخار میکنم کارگر هفت‌تپه‌ام و در کنار تمام برادرام ام از عرب و لور و بختیاری میبینی این همه را کار میکنم. به همه تونم مینازم به خدا. یوسف بهمنی، صدای این روزهای کارگران هفت‌تپه، در حضور نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز از درد همکارانش میگوید. آره، ما کارگرای ما پول شیر خشک نداشتن، پول نون نداشتن. آقای اسدبگ الان با اون طرف مقابلش داره تو همتون هم میدونید دیگه آقا بذل بخشش میکنه. هفت‌تپه سالهاست به اعتراض کارگرانش معروف شده، از زمانی که خصوصی شد. این تصاویر امروز 11 روز اعتصابشان به اخراج 15 نفر از همکارانشان معترضند. اما امروز قوه قضاییه روایتی متفاوت ارائه کرد که نه تنها همه کارگران به سر کار برگشتند، حقوق‌های معوقه‌شان هم پرداخت شد و کارخانه بازسازی شده. خوشبختانه با این اقدامات از ناحیه قوه قضاییه حقوق معوقه کارگران پرداخت شده. تعدادی از کارگران این مجموعه اخراج شده بودند، پیگیری شد این کارگران به کار برگشتند. منبعی آگاه در هفت‌تپه که نخواست هویتش فاش شود به بی بی سی فارسی گفته همه ادعاهای قوه قضاییه دروغ است. امروز هم در عین ناباوری سخنگوی قوه قضاییه میگه کارگرای هفت‌تپه هم حقوقشون پرداخت شده، هم کارگرا بازگشت به کار شدن، هم کارخونه نوسازی شده. این ستاش دروغه، یعنی کارگرا برنگشتن، حقوقها به روز نشده، کارخونه هم اصلا نوسازی نشده. اینها اصلا این کاره نیستن. این چرخش قوه قضاییه برای کارگرا عجیبه. آقای اسد بگیش. این منبع به ما گفت قوه قضاییه ناگهان درباره هفت‌تپه تغییر رویه داده. دادگاه‌های امید اسدبیگی مدیر عامل کارخانه که متهم ارضی است متوقف شده و برخورد با کارگران امنیتی شده. 13 جلسه دادگاه برگزار شد و ابراهیم رئیسی این همه تبلیغات کرد که با فساد داره مبارزه میکنه و این بزرگترین فساد ارضی کشوره. یهو متوقف شد و ورق برگشت و دادگاهشون متوقف شده. امروز بزرگترین سوال کارگرای هفت‌تپه اینه: آقای رئیسی، پس چی شد؟ بعد از اون همه تبلیغ، اون همه مستندایی که خودتون نشون دادید، این همه رشوه دادن؟ اعتراضات اخیر کارگران هفت‌تپه از زمان دستگیری ناگهانی 4 از همکارانشان شروع شد. ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، مسعود حیوری، حمید منبینی که در اعتراض به بازداشتشان دست به اعتصاب قضا زدند. حرفشان این بود که چرا 4 کارگر هفت‌تپه محبوسند در حالی که بزرگترین متهم ارضی کشور بیرون از زندان است. منبع آگاه به ما گفت که با اینکه کارگران به قرار وثیقه اعتراضی نداشتند، عواملی در دادگاه به جای آنها قسمت اعتراض را علامت زدند تا به این بهانه بیشتر در زندان نگهشان دارند. بی بی سی به صدای یوسف بهمنی زمانی که داخل زندان بود دست پیدا کرده که میگوید کارگران از اعتراض به وثیقه بی خبر بودند. ما نمیدونیم این پرونده‌مون اصلا وضعیتش چطوریه. الان 2 وکیلمون میاد دنبال این قضیه پرونده، یه روز میگن نمیدونم وثیقه رو میخوان تبدیل، ما اعتراض دادیم سر وثیقه، در صورتی که ما اصلا روحمون از چنین چیزی خبر نداره. یوسف بهمنی دچار مشکل بینایی است و اگر داروهایش را استفاده نکند دیواره عصبی چشمش از بین میرود. دارویی که در زندان به او نرسید اما مانع ادامه اعتراضش نشد، حتی به قیمت به خطر افتادن بینایی‌اش. کارگر می‌میرد، به خدا ذلت نمی‌پذیرد. این حتی دلم دارم میگم و پاشم وای میسم، حتی اگر جون من بدم. خودتو هم میدونی چشام از یه تگ ویتامین آ به چشام نرسه مشاهد چشام هم از دست بدم. خواه استادم خواسته‌ای که دارم، پا عقیده‌ای که دارم، با تمام وجود استادم ازشم کوتاه نمیام. بیرون از زندان همکارانش در اعتصاب نگران وضعیت او بودند. خطر اعتصاب قضا برای او را میدانند. یوسف بهمنی
ناتوان بینایی داره، در اعتصاب قضا هم هست، اگه دارو بهش نرسد به والله چشاش بدتر از اون چیزی میشه که الان هست. کارگران بعد از حدود یک هفته آزاد شدند و بنا داشتند به اعتصاب پایان دهند که فردای آن روز 15 کارگر دیگر اخراج شدند. حضور یگان ویژه در کارخانه نیشکر هفت‌تپه برای ممانعت از ورود کارگران که مسبب شروع دوباره اعتراض‌ها شد. حق هزینه داره. یوسف بهمنی از زندان در نیامده به خط مقدم اعتراض‌ها پیوست. کارگران جواب نیروی یگان ویژه را با اعتراض مسالمت‌آمیز دادند، از جمله اهدای گل به ماموران. بعد از چند روز اعتصاب، محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، آمد تا اعتراض‌ها را پایان دهد. به کارگران گفت تعهد بدهند اعتراض نکنند تا کارگران اخراجی برگردند. اما پاسخ کارگران قاطع است. اسد بیگی باید از شرکت برود. میگید تعهد. خب، تعهد بابت چی؟ اشکال نداره. من تعهد میدم، ولی شما هم تعهد بده که سمایی که گفتی فردا خلیت انجام میشه. بین مطالبات ما رو منحرف نکنید. هدف اصلی کارگر رفتن ریشه فساد آقای اسد بیگیه، نه 15 نفر ما. نه تنها امام جمعه و قوه قضاییه که مجلس ایران هم تلاش کرده این موضوع را پیگیری کند، اما هیچ کدام از این تلاش ها تا به حال ثمره ای نداشته. احمد نادری نماینده مجلس میگوید در تحقیقی که انجام داده به فساد گسترده صاحبان هفت‌تپه پی برده. هر چه جلوتر رفتیم میزان و عمق فساد رو بیشتر دیدیم و اصلا یک بهت عجب و غریبی خود ماها رو گرفت که چگونه ممکنه یک فساد تمام عیار در اینجا وجود داشته باشه. هر چم جلوتر میره این فساد ابعادش برای ما بیشتر آشکار میشه. خصوصی شدن هفت‌تپه آغاز مشکلات این مجموعه عظیم تولیدی بود. با وجود دخالت دستگاه‌های مختلف و با توجه به اتهامات جدی پرونده صاحبان هفت‌تپه، مشکلات نه تنها به قوت خود باقی است که مسئولان حالا به نظر می‌رسد به دنبال پاک کردن صورت مسئله اند. یوسف خاموش کردن صدای کارگران، صداهایی که از مسئولان ناامید شدند. شهید دادیم برای امنیتمون، بله دادیم، بازم میدیم. اما تو چه می‌کنی؟ شکمت گنده‌تر، گردنت کلفت‌تر. پرهام قبادی، بی بی سی. صاحب علیقات از دیپلمات‌های برجسته فلسطینی در پی ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. آقای علیقات در زمان مرگ 65 ساله بود. او تا زمان درگذشتش دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین بود و به عنوان مذاکره کننده ارشد فلسطینی هم شناخته می‌شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیوان حسینی. بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا و در حالی که چند روزی در کمای مصنوعی بود، صاحب عریقات در اینجا درگذشت. یک بیمارستان اسرائیلی در شهر زادگاه آقای عریقات، بیت المقدس. و خانواده آقای عریقات در حالی برای وداع با او به بیمارستان آمدند که همانند دیگر فلسطینی‌های ساکن کرانه غربی رود اردن برای ورود به بیت المقدس به مجوز مخصوص نیاز داشتند. چرا که برخلاف یک عمر تلاش آقای عریقات، او در زمانی درگذشت که هنوز از کشور فلسطین مستقل خبری نیست. صاحب یکی از شجاع‌ترین رهبرها بود. او یک روشنفکر بود و من شخصا دلم براش تنگ خواهد شد. او عاشق مردم و سرزمینش بود. صادق بود و واقعا عاشق صلح بود. در رام الله پرچم‌های نیمه افراشته فلسطین نشانه‌ای هستند از عزاداری فلسطینیان برای از دست دادن دیپلمات سرشناسشان، عزایی که به شکل رسمی 3 روز ادامه خواهد داشت. دکتر صاحب عریقات که خدا رحمتش کند یک مبارزه خستگی ناپذیر برای حقوق فلسطینیان بود، برای عدالت، برای صلح، برای آزادی مبارزه میکرد. کسی که به رغم همه مشکلات و حملات و موانع زندگیش را به تلاش برای رسیدن به حقوق فلسطینیان اختصاص داده بود. صاحب عریقات عملا تا آخرین روزهای زندگیش با مسئله صلح اسرائیل و فلسطینی ها و موانع موجود بر سر راه استقلال کشور فلسطین درگیر بود.
او در یکی از آخرین واکنش ها به تندی از عادی سازی روابط امارات با اسرائیل انتقاد کرد و معتقد بود که این کار ضربه‌ای مهلک بر احتمال موفقیت راه حل دو کشور وارد می کند. آقای عریقات همچنین در سالهای اخیر از منتقدین سرسخت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و همچنین معامله قرن مورد نظر دولت دونالد ترامپ بود. مواضعی که این روزها از سوی بسیاری از فلسطینی‌ها با گرایش‌های مختلف تکرار می‌شود. اما 4 دهه پیش زمانی که آقای عریقات آرام آرام در ساختار سیاسی فلسطینی‌ها رشد می‌کرد، حرف‌های او اینچنین در چارچوب اصولی فلسطینیان دسته‌بندی نمی‌شد. برعکس، او کسی بود که در اوج مبارزات مسلحانه طرفدار مذاکره و دیپلماسی بود. و به همین دلیل نیز نقطه آغاز موفقیت حرفه‌ای او اینجا رقم خورد. در کنفرانس مادرید در سال 1991 که برای نخستین بار فلسطینی ها و اسرائیلی ها با ابتکار عمل دولت وقت آمریکا روبروی هم نشستند. آقای عریقات که از دهه 80 میلادی از حق موجودیت اسرائیل صحبت می کرد، در این کنفرانس به عنوان معاون رئیس هیئت فلسطینی حضور داشت. این کنفرانس در نهایت به پیمانهای اسلو در سالهای 93 و 95 و تأسیس تشکیلات خودگردان فلسطینی منجر شد. گویی آرزوی دیرینه آقای عریقات و نسل جوان دیپلمات‌های فلسطینی در شرف تحقق بود. آرزویی که به نشستی تاریخی در کمپ دیوید در سال 2000 منجر شد. اما شکست این مذاکرات و رد شدن همه پیشنهادات برای حل و فصل مسائلی مانند شهرک‌های یهودی نشین و مهاجران به نقطه آغاز روندی تبدیل شد که تا امروز ادامه داشته. روندی که تیان موقعیت فلسطینی ها در مذاکرات صلح سال به سال ضعیفتر شده. در نهایت صاحب عریقات روز سه‌شنبه در حالی در این آمبولانس بیمارستان اسرائیلی را به سوی کرانه غربی رود اردن ترک کرد که هم چشم‌انداز صلح از همیشه کم رنگ‌تر شد و هم بخت فلسطینی ها برای تأسیس کشوری در مرزهای 1967، خواسته هایی که صاحب عریقات تمام عمر برایشان جنگید و دانها نرسید. کیوان حسینی، بی بی سی. لیراز چرخی بازیگر و خواننده ایرانی اسرائیلی است و ساکن تل آویو. او با بازخوانی ترانه‌های قبل از انقلاب بین ایرانی‌ها شناخته شده. به تازگی هم در سریال تهران بازی کرده. آلبوم جدید او که با همکاری هنرمندان داخل ایران ضبط شده قرار است تا 3 روز دیگر منتشر شود. بامداد اسماعیلی با او گفتگو کرده و این گزارش رو تهیه کرده. ترانه به دیدن من بیا یا مهتاب با صدای لیراز چرخی، ترانه ای که هنرمند محبوب زنده یاد هایده خونده بود. لیراز چرخی 42 ساله و متولد اسرائیل است. پدر و مادر او از یهودیان ایرانی هستند که قبل از انقلاب به اسرائیل مهاجرت کردند. لیراز کمی فارسی صحبت می کند و دو فرهنگ بزرگ شده است. سالها می پرسیدم از خود که من ایرانی هستم یا اسرائیلی و از اون وقت به فارسی آواز میخونم و قصه خود را میگویم. لیراز چرخی سالها به زبان عبری و انگلیسی میخوند و کلن در اوایل با فرهنگ و هنر ایرانی زیاد سر و کار نداشت، تا اینکه 14 سال پیش برای معرفی فیلمش به لس آنجلس یا به قول خودش تهرانجلس سفر و انقلابی در درون خود حس کرد. قلبم به تاپ تاپ افتاد. احساس کردم برای اولین بار ایران این کشور زیبا رو در تهرانجلس لمس میکنم. رفتم برای خودم خرید، خوراکی خریدم، آلبوم‌های موسیقی قبل از انقلاب خریدم، مثلا گوگوش که الگوی منه یا هایده و مهستی. Standing in this crossroad. یادم میاد جلوی یه چهارراه ایستاده بودم و احساس کردم یه کودک نوزاد افتاد تو بغلم و گفت برام فارسی بخون. Sing her in Farsi. And I was like, what? Me singing in Farsi? منم گفتم چی؟ من برات فارسی بخونم؟ بعد برگشتم اسرائیل و گفتم من میخوام فارسی بخونم. مامان بابام نگاه کردن گفتن لیغا از دیوونه شدی؟ مدیر برنامه هم گفت لیراز یه موسیقی خاصه با مخاطب ویژه خودش. میخوای موسیقی خاص بخونی؟ گفتم بله، میخوام خاص باشم چون تنها راهیه که بفهمم کی هستم. My only way to find out who am I.
لیراز چرخی با بازخوانی ترانه‌های قدیمی شروع کرد و 2 سال پیش اولین آلبوم خود را به اسم ناز منتشر کرد. حالا او آلبوم دیگری به اسم زن ضبط کرده است که تا چند روز دیگر منتشر می شود. من به جای زنان ایرانی می خونم که آنها چاره جو سکوت ندارن. و ویژگی این آلبوم هم اینه که این رو با کمک هنرمندان داخل ایران ضبط کردی. کمی از این همکاری برامون بگو. من در طی این یه سال انگار که با دوستان ایرانیم از جهنم عبور کردم. هر وقت که بهش فکر میکنم میخوام گریه کنم. بعضی وقتا فکر میکردم که این آرزو هیچ وقت برآورده نمیشه. یه دقیقه بعد فکر میکردم برآورده میشه. یهو یه روز قرارمون کنسل میشد. استرس زیادی داشتم و شبا چه بیخوابیای زیادی. دلیلش هم مشخصه. ما نمیتونستیم آزادانه در تماس باشیم. بعضی از نوازنده ها خیلی میترسیدن که با من کار کنن. خیلی دوست داشتن که همکاری کنن. ولی بعضی از این پروژه رفتن. بعضی ها گفتن ما در هر صورت باید بریم زندان، مهم نیست. بعضی هم میگفتن من میخوام با این پروژه کار کنم ولی نمیشه اسمی از من بیاری، یه اسم مستعار انتخاب کن. میخوام از درونم این شعر و فریاد بگم. لیراز 1 سال تمام از طریق شبکه‌های مجازی با هنرمندان ایرانی در تماس بود. او در تمام این آلبوم از آهنگسازی و شعر گرفته تا نوازندگی از همکاران داخل ایران استفاده کرده. هر وقت سخت می شد از خودم می پرسیدم لیراز چرا داری این کار می کنی؟ ولی تنها جوابی که برای اونها و خودم دارم اینه، این تنها راهیه که ما میتونیم در مورد آزادی این دو کشور صحبت کنیم که واقعا همدیگر رو دوست دارن. این تنها راهیه که هنر میتونه پلی برای این دو کشور پیچیده باشه. جدیداً سریال تهران منتشر شده که در آتن فیلم برداری شده و در کنار نوید نگهبان یکی از نقشای اصلی رو بازی کردی. فیلم برداری سریال تهران عالی بود. و آنجا خیلی هنرمندان ایرانی را از تمام دنیا شناختم. نقش من راول کادوشه، یه جاسوس موساد که در واقع باید خودش میرفت به تهران ولی یه جاسوس جوان دیگر رو میفرسته تهران. خیلی برام آسون بود که خودم رو در این رول بگنجونم، چون راول کادوش هم متولد ایران بود و در زمان نوجوانی ایران رو ترک کرده و اونم سوالی رو از خودش میکنه که من تمام زندگیم از خودم میپرسم، من یه ایرانی هستم یا یه اسرائیلی؟ Am I Iranian or am I Israeli? از لیراز وقتی که از آرزویش برای آینده پرسیدم چشمانش برق زد. To perform in Iran. که در ایران اجرا داشته باشم. دوست داری برای ما در آخر یه چیزی هم بخونی؟ آره. I'm thinking about a song. به دیدن من بیا مهتاب در اومد. لیراز چرخی، خواننده و بازیگر ایرانی اسرائیلی که برای نزدیک شدن این دو کشور به هم از طریق ارتباطات فرهنگی تلاش می‌کند. بامداد اسماعیلی، کلن. تو سینه من یه بی‌قراره. ممنون که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.